در آخرین روزهای سال 2022 میلادی انقلاب ایران ادامه داره. دو ویژگی و نکته مهم این جنبش انقلابی یکی محتوای خودشه که در شعارها و ابتکارات مردم بازتاب میکنه و دیگری پشتیبانی جامعه جهانیه که توسط همین محتوا به اون تحمیل شده در همین ارتباط میشه به استقبال از اقداماتی اشاره کرد که در سالهای گذشته به اشکال مختلف از سوی ایرانیان مدافع دموکراسی مطرح میشد ولی به طور جدی از سوی دولت ها مورد توجه قرار نمی گرفت. وقتی موضوع بررسی اقامت خانواده های مقامات فاسد جمهوری اسلامی و فرزندانشون در آمریکا مطرح میشه گذشته از اینکه طرح نمایندگان دو حزبی ایالات متحده که اونو مطرح کردن به چه نتیجه ای برسه یعنی سیاستمداران غربی در رویارویی مستقیم نه تنها با نظام زپرتی جمهوری اسلامی بلکه به طور مشخص با زمامداران قرار گرفتن اون هم بگونه ای که ممکن دامنگیر عزیزان مقامات بشه عزیزانی که پدران و مادران ملعونشون از اینکه عزیزان خانواده های دیگر رو برای حفظ قدرت به خاک و خون بکشن و به چوبه های دار بسپارن هیچ عبایی ندارند پیشرفت این روند یعنی نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه و جوامع باز هم برای وابستگان حکومت امن نیستند. اونها هرچه بیشتر امروز بر مردم فشار بیارن خودشون هم در داخل و خارج نه تنها امروز بلکه فردا هم بیشتر در فشار و محدودیت قرار میگیرن نکته مهم و تاریخی دیگه در محتوای این جنبشه اونها که نه تنها در ارتباط با این خیزش سراسری بلکه اساسا در سطح جهانی به هویت سازی میپردازن و با این کار انسجام حتی جوامع باز رو به خطر میندازن تلاش میکنن این هویت سازی رو که نه در جهت همگرایی اجتماعی بلکه بر اساس جدا و مجزا کردن سیاسی اجتماعی خودشون از دیگران زیر پرچم حق و حقوق به فضای انقلابی ایران هم منتقل کنند در حالی که حقوق این هویت ها در جوامع باز یا تضمین شدن یا در روندهای سیاسی و اجتماعی به اعتبار دموکراسی تضمین خواهند شد. جوامع انسانی به طور طبیعی در سرشت و درون خودشون همگرا هستند و میل به پیوند دارند. هویت و قرار دادنش در برابر دیگرانی که من مثل آنها نیستم به این همگرایی که در خدمت همگانه آسیب میزنه. جمهوری فاسد اسلامی به همگرایی و پیوند طبیعی در جامعه ایران با انواع جداسازی ها به شدت ضربه زد. چرا که بنیادش بر تفاوتها و برتری خود گذاشته شده جنبش انقلابی کنونی اما بر اشتراکات و برابری شهروندان در سراسر ایران تاکید میکنه و این با همگرایی طبیعی انسانها و جوامع همخانی داره این انقلابی که در اذهان روی داده و نمیتونست دیر یا زود در واقعیت هم روی نده بدون چنین انقلابی در اذهان پیروزی انقلاب اسلامی در و هفت محتوم اما ناپایدار بود با چنین انقلابی در ازهان پیروزی انقلاب کنونی هم محتوم اما پایداره. انقلاب ازهان مانند اون چه در عصر روشنگری و خیرد روی داد بازگشت ناپذیره. سعید مدنی نویسنده پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی به نه سال زندان محکوم شده. بر اساس این گزارش این حکم یک ماه و نیم بعد از زمان برگزاری دادگاه بدوی به تازگی از سوی رئیس شعبه 29 دادگاه انقلاب صادر و ابلاغ شده. سعید مدنی جامعه شناس و محقق برجسته ایرانی در اردیبهشت ماه سال جاری برای چندمین بار بازداشت شد. از اون زمان او بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس به ریاست محمد پور با اتهامات تشکیل و اداره گروه های معاند نظام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد کشور و تبلیغ علیه نظام در زندان بوده بر اساس اطلاعاتی که به دست رسیده جلسه دادگاه این محقق و جامعه شناس در روز 15 آبان در دو جلسه صبح و بعد از ظهر برگزار شده در رأی صادره قاضی مظلوم مدنی در دو اتهام تشکیل و اداره گروه های معاند نظام و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم شناخته شده و برای اتهام اول به 8 سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به 9 سال زندان محکوم شده. سعید مدنی تا کنون کتابهای متعددی در داخل و خارج کشور درباره مسائل ایران منتشر کرده. او پیشتر بابت مطلبی که درباره اشتباهات مرگبار جمهوری اسلامی در رویارویی با بحران بیماری چینی نوشته بود، از خروج از کشور و شرکت در فرصت مطالعاتی که در آمریکا به او داده شده بود باز او اخیرا در مقاله‌ای که نوشته با مستنداتی که پیوست کرده ثابت کرده که خامنه ای کفتار مرده این خبر خشم مزدوران جمهوری اسلامی رو دوچندان کرد و در رأی صادره علیه او نقش بسزایی داشت گفته میشه که تعدادی از بزرگان سیاسی در دنیا مردن خامنه ای پوفیوز رو تایید کردن و این باعث شده که جشن و پایکوبی بزرگی در شهرهای مختلف ایران برگزار بشه. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که به دلیل نابودگری اعتراضات مردم در ایران دولت آلمان تمام اقدامات برای تقویت و توسعه تجارت با ایران و معلق خواهد کرد. بر اساس بیانیه ی وزارت اقتصاد آلمان، این تصمیم به دلیل وضعیت بسیار وخیم در ایران گرفته شده. وزارت اقتصاد آلمان همچنین اعلام کرد که سایر غالبهای اقتصادی از جمله گفتمان با ایران در حوزه انرژی رو هم به حالت تعلیق در آورده. زمانت نامه های اعتبار صادراتی شرکت های آلمانی رو برابر ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت پول صادرات مسئول نگه می داره. زمانت های سرمایه گذاری هم از سرمایه گذاری های مستقیم شرکت های آلمانی مقابل مخاطرات سیاسی در کشورهایی که سرمایه گذاری در اونها انجام شده محافظت میکنه. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده که استفاده از این ابزارها برای پروژه های موجود در ایران دهه ها معلق شده بود تا اینکه در نتیجه توافق ایران با قدرت های جهان از جمله آلمان بر سر برنامه هسته‌ای تهران در مقطعه کوتاه از سال 2016 استفاده از این ابزارها رفع تعلیق شد بنا به اعلام این وزارتخونه در اون برهه برای تعداد معدودی از پروژه ها ضمانت های مذکور اعطا یا تمدید شد اما از سال 2019 هیچ زمانت جدیدی اعطا نشده در بیانیه ی وزارت اقتصاد آلمان اومده که دولت برلین حالا تصمیم گرفته تا تمام زمانت ها رو به طور کامل تعلیق کن و معافیت ها تنها در صورت وجود دلایل بشردوستانه مستند قابل اعطا خواهد بود. به گزارش رویترز تعلیق این برنامه ها بر اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری تأثیر خواهد داشت. رویترز میگه که حجم تجارت ایران و آلمان در سال 2021 در مجموع 1 میلیارد و 87 میلیون دلار بوده. مایک پومپئو وزیر خارجه اسبق آمریکا درباره دخالت های رژیم منحوس ایران در نبرد اوکراین و موزگیری رئیس جمهور زلنسکی در صفحه توییتر خودش نوشت رژیم ایران افسار پاره میکنه به دلیل اینکه رئیس جمهور زلنسکی واقعیت رو بیان کرد پومپئو نقل قول فاکس نیوز را آورد که زلنسکی اخیرا در کنگره گفت وقتی روسیه نمی تونه با توپخونه خودش به شهرهای ما برسه سعی میکنه با حملات موشکی اونها رو نابود کنه علاوه بر این روسیه در سیاست نسل کشی خودش متحدی پیدا کرده ایران وی ای ادامه داد پهپادهای مرگبار ایرانی که صدها فروندش به روسیه فرستاده شدند به تهدیدی برای زیرساختهای حیاتی ما تبدیل شدند اینطور شده که یکی از نابودگران دیگری را پیدا کرده